همه ما خوب میدونیم در کتاب پیدایش کلام خداوند به وضوح چه زیبا علت خلقت رو میگه. در پیدایش 1:27 و 28 اعلام میکنه. این آیات رو بسیار شنیدیم، شاید بسیار خوندیم، اما خواهش میکنم یک بار دیگه دقت کنیش، چون پیامیه که خدا میخواد امروز به همه ما. پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید. میتونیم بگیم پس خدا آدم را به صورت خودش آفرید. میتونی بگی پس خدا من را شکل خودم خدا آفرید. خدا من را شکل خدا آفرید. اعلام کن، علت داره میگم، اعلام کن که من شکل خدا آفریده شدم. چرا اینو میگم؟ چون چه بسا همین امروز بارها اعلام کردی من لایق نیستم، من به درد نمیخورم، من پیروز نمیشم، نه من از این مشکل رد نمیشم. تمام چیزهایی که از طرف شریره، نه از طرف خدا، چیزهایی رو اعلام کردی که مال تو نبوده، سهم تو نبوده، حق تو نبوده، فراموش کردی خدا تو رو شکل خودش آفریده. پس اعلام کن من شکل خدا آفریده شدم. آمین آمین. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، یعنی توانا آفرید. روش فکر کن، روش فکر کن. اگر احیانا خودتو توی ضعف، توی مشکلی میبینی، اینو بدون خدا تو رو توانا آفریده. او را به صورت خدا آفرید، باز توانا آفریده. ایشان را نر و ماده آفرید، هدفمند آفریده شدی. چه مرد آفریده شدی و چه زن، هدف داره خدا. تو بر اصل یک هدف مقدس آفریده شدی. دنیا تبعیض قائل شد بین زن و مرد، مذهب آپارتاید رو ایجاد کرد، اما خدا هرگز اون عمل نکرده. خدا خوب میدونه که خالق جهان تز و آنتی تز و سنتز چه معنی داره. قبل از اینکه من و شما به علم ساینس برسیم، ایشان را نر و ماده آفرید. خدا ایشان را برکت داد، توانایی داد، قوت داد، امید زنده داد. و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید، اقتدار داد، مجوز داد بهش. در مزمور 33:3 33:9 میگه خدا گفت و شد. تو هم باید وقتی که میگی بشه، باید بگی تو فرزند خدا هستی. من اینجا انرژی درمانی و گفتار درمانی نمی کنم عزیزم، دارم کلام خدا رو میکنم. هر کجا برخلاف کلام خداست گوش نکن، من دارم این کلام خدا رو برات میگم. کجا ایستادیم؟ مانند این هست که این صندلی های کلیسا شماره داشته باشه، 1, 2, 3, 4, 5 تا 100. بعد من میبینم شما صندلی 99 نشستی، شما رو صندلی 3 نشستی، من میگم شما رو صندلی 3 نشستی، شما میگی نه 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 من رو صندلی 99 نشستم، میگم نه اون رو صندلی 99 نشسته. شما فرزند خدا هستید. از اونجا که فرزند خدا هستید، این کلام مال تو هستش و این قوت و این توانایی رو خدا میخواد به تو بده. اگر قبولش بکنی پیروز خواهی شد. بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید. یعنی دنیا رو خدا به ما داده، این دنیا مال ماست. چرا حرص؟ چرا طمع؟ همه دنیا مال توست، وارث هستی مطابق کلام خدا. و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. واو، حکومت زمین مال ماست. هرچند از آنجایی که انسان از هدف اصلی دور شد، اما مسیح ما رو دوباره به هدف رسونده. شیطان روی زمین سلطنت میکنه، اما اجازه نداره روی زندگی تو سلطنت کنه. چرا بهش مجوز میدی؟ چرا صبح که بلند میشی با صداهای ناامید کننده، نمیتونم، نمیشه، این چرا اینجوریه، تو چرا اونجوری هستی، با صداهای منفی و نگاتیو دنیایی که خدا بهت داده تسلیم شیطان دوباره میکنی؟ این کارو من و تو داریم میکنیم. مجوز آزادی من و تو روی صلیب داده شد، تمام شد. چرا دوباره این سند رو به شیطان میدی؟ یک بار آدم و حوا این کارو کرد در باغ عدن،
سند رو آدم و حوا دو دست دادن به شیطان، مسیح گرفت شیطان داده به ما. چرا ما دوباره باید برگردونیم؟ چرا چنین اجازه رو باید بدیم در زندگیمون که او دوباره حاکم باشه؟ پس در اصل خدا حکومت بر زمین را به انسان داد، آمین، به ما داد. مطابق مزمور 8:6 اعلام میکنه او را، یعنی انسان را، بر کارهای دست خودت مسلط نمودی. واو، یعنی خداوند این مجوز رو داد که همکاران خدا باشیم و همه چیز را زیر پای وی نهادی. همه چیز را به ما داده که این امید و این اقتدار در زندگی ما باشه. اندیشمند اعلام میکنه نخستین گام برای بالا بردن نیروی اراده باور کردن آن هست. همون ایمانیه که کلام خدا میگه. میگه ایمان داری؟ ایمان به اندازه چی؟ یک دانه خردل. نگفت ایمان به اندازه کو، حتی نگفت قیاس کن ایمان تو با رسولان، با کشیش ها. میگه فقط بپذیر، بپذیر این کلام زنده است. در عدم ایمانمون میدونید چقدر ما روی زمین زجر بکشیم، چقدر اذیت میشیم، چقدر خسته میشیم، چقدر میجنگیم، چقدر دعوام میکنیم. خیلی موقع عزیزان میان اینجا میگن بعد رسول میشه برای مشکلات من دعا کنیم؟ میگم چه مشکلی؟ میگه برای مشکل من دعا کن، من مریضم، مشکل دارم، فلان بیمارستان نمیتونم برم، یا حالا تو اینجا و یا توی ایران. قبول کنن من تو اون بیمارستان برم، قبول کنن من به اون منطقه برم. من میگم دعا میکنم تو شفا بگیری. میگه نه نه اونم بگو، اونم بگو. من میخوام دعا کنم تو شفا بگیری. اون مرحله دومه، قبول کن، بپذیر. طرف میاد چه دعا میکنه؟ میگه میشه دعا کنید که من فقط یه خونه بخرم؟ میگم باشه، دعا میکنم. میگم ولی خونه که رفتی دیدی خونه کوچیکیه، خدا میخواد خونه بزرگتر بده. نه نه همین خوبه، خدا میخواد بهتر به تو بده. کلام خدا میگه من نسبت به آرزوهای دل تو سبقت میجویم. کجا ایستادیم ما؟ کاسه دختر از آش میشه. خدا میخواد بده، ما همش خودمون رو مخفی.